تو این آموزش میخوایم با تکنیک مدل سازی پارامتریک در تری استودیو مکس آشنا بشیم. من وارد نرم افزار میشم و همونطور که میبینید میخوام این فضا رو مدل سازی بکنیم، حالا خیلی ساده، که با تکنیک مدل سازی پارامتریک آشنا بشیم. من میام یک پلین میارم و در نمای فرانت یک پلین ترسیم میکنم. بعد از اینکه پلین رو ترسیم کردم بهش ادیت پالی نسبت میدم، این ایج رو انتخاب میکنم و برمیگردم نمای تاپ، F3 رو میزنم و میبینید که این ایج مربوطه منه. اینجا شروع کنم با مدل سازیش، خیلی سریع با نگه داشتن کلید شیفت دارم از فیس خودم کپی میگیرم، که اگر ببینید تو یک نمای دیگه ببینید که من دارم کپی میگیرم از فیس خودم و بعد تو این زاویه سعی میکنم این فرم گردی که ایجاد شده رو ایجاد کنم. خب خوبه، برمیگردم نمای پرسپکتیو و میبینی که ما این مدل رو ایجاد کردیم. حالا کلید 2 رو میزنم که ایج های من انتخاب بشن و ایج لبر رو انتخاب میکنم و ارتفاعش رو زیاد میکنم. بعد از اینکه ارتفاع رو زیاد کردم، حالا کافیه شیفت رو مجددا نگه دارم و باز هم یک لول دیگه اینو اکسترود کنم و بعد ورتکس ها رو انتخاب میکنم، کلید 1 رو میزنم و بعد از اینکه ورتکس ها رو انتخاب کردم شروع میکنم ورتکس های قسمت هایی که ارتفاعش کمتره رو انتخاب میکنم. خیلی سریع این قسمت ها و این قسمت رو من ارتفاعش رو میخوام کمتر کنم، موف میکنم به سمت پایین به این شکل و این قسمت هم به همین شکل موف میکنم، در قسمت لبه ها هم به همین شکل ادامه میدیم. تمامی قسمت ها رو ارتفاعش رو کنترل میکنیم. همونطور که میبینید من دارم سعی میکنم جاهایی که اختلاف ارتفاع داره و به سمت داخل کشیده شدن رو با ورتکس هایی که دارم ایجاد کنم و در نهایت کافیه من بیام مودیفایر اوپن ساب دیپ رو بهش نسبت بدم که بخش بندی هایی که ما ایجاد کرده بودیم به یک فرم نرم ایجاد بشن و کاملا ساب دیواید بشن. ایتریشن 4 رو تعیین میکنم و میبینید که به این شکل اینها کاملا اسموت شدن. حالا کافیه بخوام یه سری از قسمت ها فیس ها رو انتخاب بکنم، ادیت پالی رو مجددا بهش میدم، اوپن ساب دیو رو بازم کمتر میکنم، حالا روی 2 میذارم. بعد از اینکه ایج ها رو انتخاب کردم کنترل رو نگه میدارم و پالیگان رو انتخاب میکنم و پالیگان های خودم رو دیلیت میکنم. امینه که به راحتی ما این مدل رو انجام دادیم. خیلی ممنون که تا آخرین آموزش با من همراه بودی. حتما حتما این آموزش رو با دوستانتم به اشتراک بذار. موفق و پیروز باشید.